روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مسائل حقوق بشری در افغانستان ویژه گفتگوها در 50مین نشست سالانه حقوق بشر سازمان ملل متحد بود. کشورهای شرکت کننده در این نشست از سازمان ملل متحد می‌خواهند که بر رویدادهای نقض حقوق بشری و ادعاهای جرایم جنگی در افغانستان به گونه جدی رسیدگی کند. دادگاه جنایی بین المللی به بررسی‌های بی‌طرفانه به جرایم جنایی که احتمالاً در افغانستان رخ داده است بر بنیاد چارچوب تعیین شده ادامه می‌دهد. ما نمی‌توانیم افغانستان را فراموش کنیم و راه رسیدن به یک افغانستان با صلح و ثبات، بی‌پشتیبانی جامعه بین المللی و حضور همه مردم در بخش سیاسی و عمومی ناممکن است و من از جامعه جهانی می‌خواهم تا افغانستان را در صدر آجندای سیاسیشان قرار دهد. در همین حال نمایندگان سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر در این نشست وخیم‌تر شدن اوضاع حقوق بشری در افغانستان را پذیرفتنی نمی‌دانند. طالبان به گونه‌ای غیر قانونی شماری از فعالان حقوق زن، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر را بازداشت کردند و زندگی آنان را در خطر انداختند که این کار آنان خشونت آشکار، تبعیض جنسیتی می‌باشد. ما باز هم تاکید می‌کنیم که جهان نباید طالبان را با گفتارشان قضاوت کند، بل باید با عملشان قضاوت شوند. از سوی دیگر برخی از این کشورها اوضاع اقتصادی کشور را بحرانی دانسته و بر افزایش کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان تاکید می‌ورزند. اکنون در افغانستان خطر جدی از گرسنگی وجود دارد و این باعث از هم پاشیدن تمام سیستم شده است. جامعه بین الملل باید با مردم افغانستان متحد بماند. ترکیه 44 میلیون دلار و 4 ریل از مواد غذایی را به مردم افغانستان که حدوداً 4000 تن می شود ارسال نموده است. این نگرانی ها در حال ابراز می شود که کابل بارها ادعاها درباره نقض حقوق بشری در کشور را بی بنیاد دانسته و گفته که حقوق تمام شهروندان تامین است.